سلام دوستای عزیز، شاید شما تعجب کرده باشین که ما با همکار بسیار خوبم کجا آمدیم. نظریه جان میشه بگویی؟ خب مادون جان، قسمی که از فضا معلوم میشه ما در آرشیف ملی هستیم و آمده ایم که به خاطر بیننده های عزیز ما تصاویر داشته باشیم، برنامه داشته باشیم از آرشیف ملی، و به خاطر از اینکه گپای ما زیاد خسته کن نشه میریم به داخل. حتما یکی مسئول هست که در رابطه با تمام مواد که در اینجا هست، تمام اسنادی که در اینجا نگهداری میشه بر ما معلومات بده. پس چطور است که داخل بریم مادون جان؟ بله، میریم داخل و میبینیم هر موادی که هست بر شما به معرفی میگیریم. دوستان عزیز، میریم میبینیم که اینجا به زبان دری معرفی آرشیف ملی است و این که در کدام سال البته تأسیس شده، در سال 1356 تأسیس شد. څنګه چې تاسو وینئ زما تر شا ښکلي انځورونه دي، او دا انځورونه څنګه چې موږ معلومات واخیستو د هغه رؤساو دي چې دلته په ملي آرشیف کې د څو وختو لپاره ریاست کړی، او د دې قلمي نسخو او یا هم هغه اسنادونه چې دلته ساتل کیږي د دو ریاست یې کړی، او د دو ذمهواري د هغوی تر لاس لاندې وه چې د دوی ترمنځ څنګه چې تاسو ګورئ همداسې شخصیتونه هم شته دي، ښځینه و هم دلته ریاست کړی دی څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ. ای الماری زینتی است، از زمان امیر عبدالرحمن خان است و بسیار زیبا تزیین شده، و اینجا هم سوره قل هو الله احد نوشته است، بسیار به خط زیبا و مقبول. ای البته سنگ از سنگ مرمر است که در سال 1389 البته ساخته شده. خانو گرانو قدمو لیدون که څنګه چې تاسو وینئ موږ سره د دې څانګې د تحریري نسخو مسؤول را سره دی، او څنګه چې تاسو وینئ دوی سره به لنډې خبرې ولرو. دوی به تاسو ته په خلاصه ډول ځان معرفي کړي، او به وایي چې څو کاله کېږي دلته کار کوي، وروسته به تاسو څنګه دا ویټرینونه وینئ د دې په اړه به موږ ته لنډ لنډ معلومات راکړي. سلام تاسو ته. سلام، خوب استین؟ صحت شما خوب است؟ میشه خلاصه خود بر ما معرفی بکنین و بگوین که چقدر وقت میشه در اینجا کار میکنین یا هستین؟ اسم ما دارو نوری است، عامل دوست خیتی آرشیف ملی. مدت 7 سال است که در بخش آرشیف ملی کار میکنم. تعمیر آرشیف ملی که در دامنه شمال کوی آزمایی که به نام باغ چنگری مشهور بود موقع داره. این باغ داره یا باغای را گلهای زیبا و مشهورترین باغای قدیم کابل به شمال میرود، که بعدا از خشت، بعد از آهن و سیمنت استفاده شد، و بعدا در سال 1352 در زمان سردار مهند خان زیر ترمیم گرفته شد، و بالاخره در سال 1356 رسما به آرشیو ملی مسما گردید، و بعدا در سال 1381 هجری شمسی در زمان حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان تا یک محفل رسمی دوباره بازکشی شد و یک بار دیگر در جمله آرشیف های جهان عرض وجود کرد. آرشیو ملی که یک نهاد فرهنگی است، در این نهاد آثار نسخه خطی و اسناد تاریخی نگهداری می‌گردد. اینجا که از بخش امنیت نسخه خطی است که در حدود 9000 نسخه می‌باشد، که از آن جمله قرآن کریم هاست، تفاسیر شریف، احادیث است، رسالت ها، دیوان ها، کتاب های خطی، ادبی، ادبیات فلسفی، طبی، نجوم به شمول قطعه خط ها می‌باشد. اینال این بخش اون از اونجا برتانه کنم شلایده نایده تشریح می‌کنم. یکی از قرآن شریف است که به خط نسخ در 22 میلی‌متر تکه غالب در اوایل قرن 12 هجری قمری تحریر شده است. به خاطر از میگیم این تصویرها را که میبینید 59 قطعه است، میرسید
نقابش اونجا است. قصه خود حضرت یوسف و زلیخا سابق که بود، خط کتاب و همین چیزا نبود، کلی به تصویر گپ میزن. بسته تصویر است قصه خود حضرت یوسف و زلیخا. بسیار خوب. یام که قرآن شریف است، اول تکی تکیز تکیزیان نشته شده، بس آهین است و بعد شی بلاغ نشته شده، یعنی اثر ناب ما اینمی می باشد که به حساب شی بلاغ است نشته شده. این تصویر هم که ببینید قرآن شریف هاست که در پوست آهی نشته شده، سابق کاغذ کتاب هیچ چیزا نبود، وقتی که یک حدیث یک سوره هم هر چیزی که میشود باز در پوست حیوانات نوشته میشود. این یک کس نمونه شد جماعت قرآن شریف هست که در پوست آوی نوشته شده. بسیار خوب. این یک از اون جمله هست نمونه شد جماعت کلش خط کوفی میباشد، سابق خط کوفی بود، مروج بود، کلی خانه بود. فعلا قرآن شریف ها بعدا در خط سل شد خوانده میشد که بعدا وام مغلق بود. فعلا قرآن شریف ها از یک کس به خط نسخ، یعنی کلی خوانده میتونه خط نسخ، یا کس زر زیر نداره کلش خط کوفی است نوشته شد. یعنی هم قرآن شریف است که به خط کوفی است یا کاپیش است، سه جور پیش ما می باشد که یک جور نمونه شما دیم اصلش در بخارا می باشد، یک جور به خاطر نمایش اینجا ما می باشد، یا هم خط کوفی می باشد. یا هم که از دیمی دیم قرآن شریف هاست که به سه خط نوشته شده، یک قرآن شریف ها به سه خط هم دیزاین شده، میناتوری شده، لاجورد، تلاکوب یا کار شده، یعنی اثرهای خوبی ما قرآن شریف های نمی است که هر کدامی به سه خط نوشته شده، اینجا نمونه شما دیم. این ویتیرون که قرآن شریف ها که به خط نسخ نوشته شده، صفحه اولش کلش میناتوری شده، لاجورد، لاکوب از این رنگ ها استفاده کردن، یعنی مقبولی قرآن شریف صفحه اول یایش کشیدن که بسیار مقبول معلوم بشه. یا قرآن شریف هست که یک ورقش در یک سپاره در یک ورق نوشته شده. بسیار خوب. یا قرآن شریف سوره یاسین شریف هست که گندم کاش کس نوشته شده سوره یاسین شریف، یعنی اثر با تازه است، سابقه دار نیست که کلام تاریخی داشته باشه، از خاطر که اثر خوبی بود تو اثر نداشتیم باز پایی در نمایش رو گذاشتی بیار. این یام کس میز الماری زینتی است، از چوب چهار مغز کار شده، کل کندنکاری به دست کار شده، تقریبا 123 سال کلامت از این انواری می باشد. ایام کلیات طرزی است که مؤلفش خود غلامت طرزی است، خط نستعلیق است، نمونهش اینجا ماندگی است، دیگه اثرهای از ایام پیش ما میبرد. ایام مجموعه افرنگ میباشه که در مکتب ها یا بسیاری میخوانند، بلدیت دارند، که خود امیر خسلای برخی نظام کنجوی مؤلفش میباشه. ایام خط نستعلیق است، کورش به حساب دیگاش تصویری می باشه. ایام دیوان حافظ خود شمس الدین محمد حافظ شیرازی حافظ می باشه که به خط نص است، به خط نستعلیق می باشه و اثرای زیاف حافظ پیش ما می باشد، یعنی مراجعین ما زیاف پیش از این می باشد که استادای پنتون از اکادمی علوم و مسیرین می باشد که به زیاف ما برشان همکاری می کنیم. یا منتخل شعر است که تقریبا از محمد داوود حسینی است، به خط نستعلیق خوش می باشد، یعنی بیت های زیادش پیش ما می باشد. یا به حساب کلیات عبدالقادر بیدل است که خود مؤلفش خود بیدل صاحب است و نوی خطش هم نستعلیق می باشد، بیت های زیادش پیش ما در آرشیف موجود می باشد. یام که از کلیات سعدی صاحب است، به خط نستعلیق می باشه، خود سعدی شیرازی مؤلفش است، یعنی اثرهای بیت های شیرازی زیافش به شما می باشه، نمونه شه یک دانه اینجا مانده بسیار مقبول شعر گفته در یام باز از نزدیک ببینید میتونه مردم از استفاده کنه. بله کاغذ ها کاغذ از کتاب هاش از کاغذ بایساب دار داره. یا هم بایساب بخش پشتوی ما باشد، دیوان رحمان بابا خود مؤلفش عبدالرحمن بابا استک و به خط نص یا خط پشتو میگیم، از بایتاش کتاب های دیگه سراش هم است، یک نمونهش اینجا ما برینم باش ماندیم. و این رو که میبینید شما دیوان پیر محمد کاکر است، خود مؤلف خود پیر محمد کاکر است، به خط نسخ است، یعنی پشتو میباشد، اثرهای دیگه شما پیش ما زیاف میباشد، یک اثر نمونه شما اینجا در ویترین مانده بنیم باشد.
به بخش قطع خطا رسیدیم. این قطع خطای ما اصلی است که در ویترین ماندیم یا خطات خود عطا آمد میبوشه و به خط نستعلیق میبوشه یا بسیار تلاکوب لاجوت یا کار شده، یعنی بسیار خط مقبول نوشته شده. کل شهر کدام چه بینی از او بتر خوبش، از او بسیار مقبولی یا شکی ببینین گرفته نصب است. اینی هم که از قطع خطای اصلی می باشد، از هر خطاتای مشهوری اینجا است، خطات نمونای جاف پیش ما می باشد، نمونایش اینجا ما ماندیم. ای از حسینی صاحب است که به خط نستعلیق نوشته شده، یا هم از میر عبدالرحمن خان است که به خط خودش نوشته شده خط نستعلیق یعنی مقبولی خط. یا رو ببینین کلش تلاکوب لاجورد یا کار گرفته شده. اینجا هم نمونه قطع خط هاست، بخش قطع خط آمدیم و هم قطع خط از حافظ ایدرعلی است که خطات مشهور به خط نستعلیق نوشته شده، یا محمد حسین بن میرزا محمد اکبر است که به خط نستعلیق دست در چار ایجی قمری نوشته شده، یا از خود محمد حسین میرزا بن میرزا محمد اکبر دست در چار خط نستعلیق می باشد، یا هم قطع خط از خود میر عبدالرحمن می باشد که به خط نستعلیق نوشته شده. کل از یا بسیار مقبولی یا کار کردن از تقریب خطا. دمی بغل دیوال هم کرد به چوکات هاست، از هر کدام خطات ها نمونه هاش اینجا ماندیم، خطات های مشهور این وقت پیش ما می باشد. وارد قاب کدگیز در دیوال به خاطر نمایش اینجا ماندیم. خب در رابطه با این میز اگر بر ما معلومات بکنید که این میز چوکی خود میز امیر عبدالرحمن خان می باشد که از چوب چارمست کار شده و کندنکاری می باشه یا مخملش است. از امو وقت است که یعنی ما اجازه نداریم که ایره به حساب ترمیم یا یک کار و یک شیش و ما یک سر پاکاری یا شمی میکنیم. از امو وقت خودی میز کارای امیر عبدالرحمن خان می باشه. یا میز آرش می باشه که دو منزله می باشه یا از چارمغز از چوب چارمغز ساخته شده، کندنکاری شده بسیار مقبول از اون وقت زمانش می باشه. این معماری از وقت امیر عبدالرحمن خان می باشه. این چت هم بسیار معقول کار شده، چوب کار شده، یعنی فکر میکنی که این از چت ازی بسیار معقول کار شده که کلش چوب میباشه. دوستای عزیز، قسمی که از نامش پیداست ما در جایی هستیم که سالون اسناد تاریخی است. از قرنها به ایسو اینجا اسناد نگهداری میشه و میریم با مسئولش صحبت میکنیم. اینجا در کنار ما هستن و میگن که در این بخش کدام اسناد است. سلام علیکم. خوب هستین؟ خیر. اسم ما هموین نگزاد است، مسئول بخش آمریت اسناد تاریخی. در تشریف آوری شما را خیلی مقدم میگیم. سلام علیکم. و میریم به بخش که همونجا گفتین حکومت ها شروع میشه، کابینه ها، شاهان و رئیس جمهور و کابینه اینا. بله، تصویرشان، پولشان، کابینه شان و بله، قسمی که قبلا برای شما یادآوری کردم، ملی بانکنوت ها را که شما میبینین از وقت شاه امان الله خان است، بسیار پیسای سابق است که اینجا موجود است. این تصویر ها را همچنان که میبینین، قصر استوری، مثلا قصر استوری نام شما آشناستین که در داخل وزارت خارجه است، یا قصر دلکشا است، یا هم داخل ارگ است، یا هم برج شهرآراست که در این طرف ختم و قوای مرکز که اینجا شما میرین، یا مزار شریف ترکستان است، یا گوشای کابل است. مکمل این هم پول هم گرفتین حتما، بانکنوت های زمان شاه امان الله خان، سال 1307 شمسی. تبریک
تمام این بانکنوت ها از زمان شاه امان الله خان. بله بله بله. این پیسه هم پیسه های بانکنوت های زمان ظاهرشاست. یا را هم شما که ببینید تصویر های خود ظاهرشاست، یا هم تصویر های ظاهرشاست، یا هم تصویر های ظاهرشاست. این پیسه ها چون بله از دوران شاه امان الله خان، ظاهرشاه امان الله خان خوب دیدین قبلا، یا از ظاهرشاست. یعنی این فرمتش مکمل مربوط به سردار محمد داوود خان است که تصویرشان هم شما مشاهده میکنید. بله این بانکنوت ها مزار افغانی و 500 افغانی از وقت فیضالامین و ترکی و تا ختم دکتر نجیب، بله بله، تا وقت تا ختم دکتر نجیب می باشه. و همچنان این پولک شما میبینید 10000 افغانی و 5000 افغانی که در وقت حکومت مجاهدین استاد ربانی یا چاپ گردیده. میشه ببینید از کدام بانکنوت شما زیادتر استفاده کردین؟ از کدام قسمت؟ مثلا این از این قسمت ها دیگه بوده، یا از چند مربوط وقت فیضالامین و ترک ارزش دیگه خود در وقتش کلش ارزش داشت، یعنی کمتر ارزش زیادتر. بله بله کدامش بوده؟ این تصویر هم که کابینه است، بله، این امیر حبیب‌الله کلکانی است که شما تصویر شما مشاهده میکنین. امیر حبیب‌الله کلکانی با وزیرایش با کابینش، و این هم شاه امان الله خان است با وزیرش با کابینش و وزیرایش. این بیرقشان بوده، بله، نمونه بیرقشان بوده. این بیرق شاه امان الله خان هم به این شکل بوده، از امیر حبیب‌الله کلکانی هم. و این هم نادر خان است، تصویرش که شما میبینین این نادر خان است، این وزیرا و اعضای کابینش است. و ای هم ظاهر خان است، ظاهر خان تصویر خود ظاهر خان هم است، همچنان کابینش چون که خط نمونه بیرق بود، بله، نه امو بیرق سیرنگ بوده در اون وقت، از وقت شاه امان الله به این طرف دیگه نشان داده بوده. بله، و چون مدت خدمت ظاهر شاه با شما بهتر معلوم است که زیاد بوده. کدام دورانای از اینا را تیر کردین شما؟ حالا این دورانایشان مختلف بوده دیگه. اینی هم تصویر ظاهر خان است با لباس، تصویرش هم میشه بگیریم با لباس نظامی است. بله ها دیگه، او هم کابینش هست، وزرای هم وقتش، او هم جوانی های زایرش هست دیگه، او هم کابینش هست و ای هم زایرش هست. همچنان باز بعد از این ختم شده وقت سردار داوود خان شده شد که این حکومت، بله این حکومت از یاخ مکمل و شما معلوم است که تا وقت زایر خان حکومت ها حکومت های شاهی بوده که مؤسس جمهوری سردار داوود خان است، که داوود خان به قدرت رسید حکومت جمهوری اعلان کرد که تصویرش شما میبینین و هم اعضای کابینش و وزیرایش است. و همچنان این تصویری که میبینین از فیضالله امین است که یا به نام خلق پرچم بودن، فیضالله امین و نور محمد ترکی. بیرق از هم تفاوت داره، شما مشاهده کردین از دیگه بیرق ها کده. باز وقتی که بله ببرک کارمل به قدرت رسید، پس بیرق که شما میبینین بیرق سه رنگ شده و هم ببرک کارمل است، اعضای کابینش. یا هم همچنان چهار معاون دکتر نجیب الله است، یا هم تصویرش هم مشاهده میکنین خود تصویر دکتر نجیب الله، سلطان علی کشمل که صدر اعظمش بوده، او و همچنان چهار معاونش است، تصویر خود دکتر نجیب است، یا هم وزرای کابینه دکتر نجیب است. یا به ترتیب هم تو چنده شده، ایش هم همچنان حضرت صفت الله مجدی است که بعد از اون وقت به دکتر نجیب قدرت مجاهدین گرفتن آمدن، حضرت صفت الله مجدی رئیس دولت بود. و بعد از این تصویر، تصویر استاد ربانی است که گلبدین حکمتیار معاونش بوده یا صدر اعظم. این هم دوستا شما میبینین به ادامه معرفی تصویر ها، بعض مدال هاست که از وقت خود آمد کرزای هم از تصویرش هست، از مدال احمد زایر هم هست، مدال احمد شای مسعود هم هست، مدال سردار محمد داوود خان هم هست که شما مشاهده میکنین. وقت تاریخ های مختلف و بخش های مختلف بوده. این تصویر که شما مشاهده میکنین تصویر میرون پروین است، اولین آوازخان زن در سطح افغانستان که از طریق ریادو آوازش مردم بشنوید، و او استاد دوال میر است و او سلطان محمد غزنوی است. این تصویر ها البته به این شکل که خدمات پوستی بوده در او وقت که تصویر های از شخصیت های مشهور در او چاپ گردیده که هر طرف خدمات پوستی بوده روان میشده یا بوده. و همچنان اینجا یک تابلو را که شما میبینین از واخان بدخشان است، زندگی اطرافی های ما شما را نشان میده که در وقت چی بوده، چه قسم زندگی میکنه. مثلا این یک آسیا بوده که گندم آرد میکنه، آسیا آبی بوده چون وقت برق هم نبوده، توسط آب ماشین ها چالان میشد. این تفلک هم ببینین شما در چت انداخته گاز میده، این تو وسایل ابتدایی قدیم بوده دیگه. واخان بدخشان است، ولایت بدخشان. این نقشه هم که شما مشاهده میکنین اولین نقشه است در زمان امپراتوری احمد شاه بابا که تصویرش شما میتونین بگیرین.
و همچنان تصویرهای تخیلی البته ایام تصویر خود احمد شاه بابا است و ایام تصویر احمد شاه بابا است که احمد شاه بابا نو به قدرت رسید یک شخصیت روحانی به نام صابرشاه کابلی بوده که خوشه گندم در کلاه ازی مانده مثلا در لنگی احمد شاه بابا ایره بدرقه کرده مثلا با وقت از امو وقت بوده دیگه رایج بوده ایام تصویر احمد شاه بابا است قبرش از مقبرش است که در ولایت قندهار است و این تصویر هم که شما میبینین الماس کوهنور است که الماس کوهنور خود داستانش شما میفهمید بسیار زیاد است که به نام مهارا رنجیت سنگ یکی از قماندانان این بریتانیایی بوده که معمولا ارتباط به خاندان شاهی داشته بازو گرفته هندستان برده باز انگلیس ها آمدن از این بریتانیایی هم وقت او را بردن که تا فعلا هم ملکه الیزابت انگلیس که است اینمی کلاهش است کمی الماس کوهنور زیب زینت از این زیادتر ساخت استاد میشه در رابطه با این دستخط ها بگویم؟ بله این نامه را قسمی که شما مشاهده میکنید دعوتنامه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم است که به خاطر مشرف شدن به دین مقدس اسلام در سال قرن اول هجری قمری این روان شده به عزیز مصر که به خاطر به دین مقدس اسلام مشرف شوند و ایش همچنان به فارس که ایران هست ایان کاپیش هست یا کاپی اصلیش در تاشکند است میگن این علامه که شما میبینید یک مور است مور حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است وقتی که نامه نوشته میشد او یک انگشتر مبارک در اون وقت داشت که در دستشان بود در او عکس شده بود که محمد رسول الله وقتی که نامه آماده میشد باز حضرت محمد رسول الله او را که مور مبارک شان مور میکنند در رابطه از این دستخط این دستخط ها را این نامه را که شما میبینین قسمی که دستشان بزاعت داره این نامه سبرار خط است طلاق خط است اجاره خط است از تاریخ های مختلف حکومت های شاهان مختلف مثلا تاریخ های مختلف است این طلاق خط است این نکاح خط است تقریبا از وقت های سال هایشان دیگه از سال 1326 است این شای که شما میبینین ایش از 1352 قسمی گفتم از تاریخ ها و سال های مختلف از وقت شاهان مختلف یکی از نمونه هایش است همچنان هم یکی از نمونه های عریضه است که در موقع عریضه می شده به این شکل یک نمونه هایشان است این همچنان عریضه است این نکاحت است نکاح نامه ما شما نکاحت میگیم این هم یکی از قوال های شرعی است فقط یک نمونه هایشان است اینجا الماری را قسمی که شما میبینین این مجموعه اسناد تاریخی دوره غوریان است که از اخیر دوره دهه ششم بوده اوایل دهه هفتم بسیار قدیمی ترین اسناد ما در آرشیف نگهداری میشه که در موضوعات از این مکمل خرید برده و توزیع غله و نکاح نامه و بعض موارد در این ذکر شده مکمل مجموعه اسناد شد این هم یک نوع فرمان است فرمان ظاهرشاه است یک نمونهش است یعنی هم استقبال بله یا خطیستان یا فرمان ظاهرشاه است و این هم که میبینین استقبال از بهار است یعنی نوروز ما شما میگفتیم تجلیل از نوروز این هم جشن نوروز یکی نمونه در تاریخ های مختلف در وقت زمان های شاه مختلف به خطای مختلف به کاغذ های مختلف یکی از نمونه هایش است و اینجا یکی از اموریای میشه بگوینی از کدام زمان است چوش است چی است بله حتی کی هم شده بله این الماری را که میبینین بسیار اگر الماری زینتی است که البته در وقت امیر عبدالرحمن خان توسط نجار باشی شهر کابل جور شده که از پوست چهارمغز البته میباشه از پوست چهارمغز در زمان امیر عبدالرحمن خان جور شده که از وقتی که قصر آرشیف هم جور شده ای دمیج ماندگی است تا فعلا در کدام متغیرات هم ناوردیم دوستان فقط یک پاکاری میشه مکمل تقریبا 130 سال قبل از امروز از دفترش بوده یا؟ این دیگه از اون وقت که دفتر کاریش خواهیم قصر آرشیف ملی رو امیر عبدالرحمن خان که جور کرده برای بچهش به شاهزاده بیبلا جور کرده باز اون وقت ایرام همینجا مانده به خاطر زینت همین قصر خب میشه در رابطه به این نشانه بله ایرام شما قسمی که میبینید بله یا قسمی که شما میبینید نشانه هاست نشانه های مدال ها و بیرق های دوره زمامداری شاه امان الله خان می باشد از سال 1300 هجری شمسی البته مانایش به ایش بوده در او وقت که هر کس از خود دم کابینش وزیرا یک شایستگی نشان می داده باز یکی از این مدال ها را نشان مدال ها باز شاه امان الله خان بر از او تعویض می کرده یعنی هم همچنان افتنامه ارشاد النسوان است که از سالهای مختلف در زمان البته امیر شیرعلی خان بوده ایشام افتنامه به نام افتنامه المجاهد است ایشام جریده حقیقت است ایشام که شما میبینین افتنامه ستاره افغان است
این هم جریده ثروت است، این هم روزنامه افغان است، در تاریخ های مختلف، سال های مختلف، در زمامداری شاهان مختلف. همچنان این هم افتنامه طلوع افغان است، این هم افتنامه اصلاس، این هم جریده روزنامه انیس است که تا فعلا هم نشرت داره، این هم جریده سراج الافغانی است در وقت امیر حبیب الله خان بوده، این هم جریده به نام سراج الاخبار است و همچنان که میبینین اولین جریده ما امیز که به نام جریده شمس النهار است که در زمان امیر شیرعلی خان چاپ و به دست نشر سپرده میشد، اولین جریده ما شما. و اینی هم همچنان معاهده ها از قرارداد ها بین دولت هایین که امضا شده وقت ظاهر خان بوده، وقت امان‌الله خان بوده، موضوعات مختلف است که بین دو مملکت یا به امضا میرسیده قرارداد ها. بله ها. همچنان که شما این اسناده را میبینین از تاریخ های مختلف، از وقت زمان های شاه مختلف که قبلا ما برای شما در این باره توضیحات دادیم دیگه ختم شد. تشکر از شما که بر ما معرفی کردین. بله. آرشیف و تشکری میکنیم از بیننده های عزیزم. ما را فراموش نکنین، همیشه چینل ما را تعقیب کنین و بیننده بهترین برنامه و بهترین گزارش ها. همچنان از شما از تشریف آوریدن خیلی تشکر میکنم که شما به خاطر انعکاس برنامه های تاریخی و فرهنگی زحمت میکشین شبانه روز خدمت میکنین برای مردم. از شما از آمدنتان بازم یک جان تشکر میکنم. تشکر. سلامت باشید. ملی آرشیف د هر چا پر مخ باندې خلاص دی. هر څوک کولای شي چې د ملي آرشیف څخه لیدنه وکړي، که مکاتب والا شاګردان وي، که استادان وي، که د پوهنتونو شاګردان او استادان وي، عام خلک وي، کولای شي چې د ملي آرشیف څخه په ښه ډول دوی لیدنه کولای شي، په ښه ارامه فضا کې کولای شي چې دوی د ملي آرشیف څخه لیدنه وکړي. هیڅ مشکل به انشاءالله نه وي، ورته ټول امکانات به انشاءالله دوی ته میسر وي. قدرمون لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې خپرونه چې ما آمدون جانې تاسو ته په ملي آرشیف کې وړاندې کړه د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي، او د دې ډول نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره او د افغانستان او ولایتونو د ښکلو مناظرو د لیدلو لپاره افغان انا چینل سبسکرایب کړئ سره او زنګوله هم ووهئ تر څو چې په وخت سره زموږ ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي او تاسو هم د ویډیوګانو لیدو نه خوند واخلئ. او تر بیا او بلې خپرونې زه او مدون جان تاسو په پاک الله سپارو. خدای پامان.